بله، ایران در سارانس از جام جهانی روسیه خداحافظی میکنه، ولی که مطمئنن دل مردم روسیه و همینطور بقیه تیم ها برای ایران تنگ خواهد شد، به خاطر اینکه یک شرایط فوق العاده ای رو به وجود آوردن. حتی اینجا تو سارانس که واقعا کار سختی بود هتل پیدا کردن، اومدن و رفتن بهش، قطارها، هواپیماها، تا همین دیشب ایرانی ها اینجا رو پر کرده بودن، با طرق مختلف خودشون رو اینجا رسوندن، حتی بعضیا ساعت ها رانندگی کرده بودن تا بیان و تیم ملی رو حمایت بکنن، و در نهایت واقعا هم حضور تماشاگران هم حضور تیم ملی در روسیه کاملا آبرومندانه بود، در خور فوتبال ایران، شاید بالاتر از سطح باشگاهی فوتبال ایران. و خب تماشاگرها خیلی ناراحت بودن، به خاطر اینکه همه احساس میکردن که با مرحله حسبی فقط چند سانتی متر فاصله داشتن. اگه که مهدی طارمی اون توپ رو یه مقدار شاید دقت بیشتری میکرد و زمینی میزد از کنار دروازه‌بان پرتغال وارد دروازه این تیم میشد، ایران برده بوده به عنوان سرگروه، حالا رفته بود در بندر سوچی با تیم روسیه روبرو بشه. همین مسئله بود که باعث شد که خیلی از هواداران ایران احساساتی بشن آخر مسابقه. گفتگوی چند تا از اونا رو با هم دیگه گوش میکنیم. ما امروز مسابقه کردیم ولی واقعا بچه ها خوب بازی کردن، عالی بازی کردن. بازی قبلا باختیم ولی بازم ما برنده ایم، با این حال ما برنده ایم. ما هم خیلی خوشحالم رونالدو نتونست پنالتی رو بزنه ولی ما تونستیم. خیلی خوب بازی کردن بچه ها، خیلی عالی بود بچه ها، متشکریم. خب بهترین نتیجه جام جهانی ها بود، ولی حس در صورت حذف شدن آدم رو ناراحت میکنه، یه غروری هم ولی باهاش هست، یه حس دوگانه ایه، سخت احساس میکنم یه صحنه هایی توی این بازی بود و بازی قبلی که هیچ وقت فراموش نمیکنه، یه حسرتی که همیشه ما میمونه. خیلی خوب بودن همه بچه ها، واقعا افتخار کردم به اینکه ایرانی هم، ولی خیلی دلم سوخت و از این ناراحتم که نذاشتن که ما بریم بالا، و واقعا به نظر من داوری خیلی خیلی بد بود تو این بازی، حق ما خیلی بیشتر از اینا بود، ولی بازم ممنون از همه بچه ها، خیلی زحمت کشیدن. بله، بعضی هواداران احساساتی ایران بودن در پایان مسابقه با پرتغال. راجع به کارلوس کیروش که به نحوی میشه گفت ستاره تیم ملی ایران بود زیاد صحبت کردیم، اما فراموش نکنید که چندین بازیکن ایران هم واقعا بالاتر از سطح انتظار بازی کردن. اونایی که در اروپا هستند، خارج ایران بازی میکنن، مطمئنا با پیشنهادهای بهتری روبرو خواهند شد. تو خط حمله حداقل میتونم به کریم انصاری‌فر اشاره بکنم که در طول این بازی ها هر موقع که به زمین اومد یا در زمین بود فوق‌العاده بود. در دفاع میشه گفتش که پورعلی گنجی فوق‌العاده بود، همینطور مجید حسینی که یکی از پدیده‌های مسابقه ها بود، جای روزبه چشمی رو گرفت. اونایی که تو ایران هم بازی میکنن قطعا با پیشنهادهای بهتری روبرو خواهند شد، ولی یه نفر که تقریبا مطمئن هستیم که باشگاه‌های بزرگ به دنبالش میان، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان پرسپولیس، بعد از این پنالتی که از کریستیانو رونالدو گرفت و تاثیر خوبی که در سه تا مسابقه در جریان بازی داشت، یه جاهایی اشتباهی رو انجام داد، دو سه بار توپ از دستش در رفت، ولی که فیزیک واقعا مناسبی داره برای سنش، برای یک دروازه‌بان در موقعیت خیلی خوبی قرار داره که با پیشنهادهای خوب اروپایی‌ها روبرو بشه.